به نام خدا، سلام. در این جلسه میخوایم با هم یه نگاهی اجمالی به محیط کاربری متا تریدر در دستگاه آیپد داشته باشیم. یکی از دستگاه‌های بسیار مفید برای تحلیل آیپدها هستند که متا تریدرهای درون تبلت‌ها و آیپدها یک محیط کاربری بسیار جذابتر و کاملتر و روان‌تری رو نسبت به تلفن‌های همراه دارا هستند. در این ویدیو جلسه میخواییم به صورت سطحی چند تا از اجزای مختلفش رو برای شما بررسی کنیم و در ویدیوهای آینده هر یک از اونها رو به صورت تخصصی تر به زیر ذره‌بین میبریم. همونطور که خودتون مشاهده میکنید، اولی موضوعی که توجه رو به خودش جلب میکنه بحث چارت هستش که به صورت پیش‌فرض و دیفالت در اختیار شما قرار گرفته شده و زمانی هم که حتی شما لمسش کنید میبینید که موارد بیشتری هم شما میتونید ازش استفاده کنید و این موارد بسیار بیشتر از تلفن‌های همراه هستن. برای مثال یکی از موردهاش گزینه وان تاچ تریدینگ هستش که از گزینه وان کلیک تریدینگ در رایانه‌ها از اون برگرفته شده و شما میتونید ازش استفاده کنید برای معاملات خودتون، برای مثال بای و سل یا همون خرید و فروش رو یک بار لمس کنید تا برای شما معاملتون ثبت بشه. مورد بعدی در رابطه با قسمت ترمینال هستش که ما اون رو فقط در متا تریدرهای رایانه در اختیار داریم، برای مثال فقط در ویندوز و مکبوک، ولی در اینجا کافیه که این قسمت رو به سمت بالا حرکت بدیم تا قسمت ترمینال یا همان اینباکس برای ما نمایش داده بشه، برای مثال قسمت هیستوری، ترید و دیگر موارد مانند میل باکس و نیوز و همچنین موردهای دیگه. مورد بعدی در این قسمت هستش که شما کافی یک بار انتخابش کنید تا تمامی حساب‌های معاملاتی که دارا هستید براتون نمایش داده بشه که باید خودتون واردش کنید. مورد بعدی در رابطه با قسمت واچ لیست هستش که تمامی سمبول ها براتون اینجا نمایش داده میشه و قسمت بعدی در اینجا قرار داره. برای مثال ما این رو انتخاب میکنیم که مختصات چارت برامون نمایش داده میشه، شما هر جا قرارش بدید میتونید اطلاعات جزئی رو در رابطه با چارت مشاهده کنید. مورد بعدی این گزینه هستش که مانند کندله، اونو انتخابش کنید میتونید تمامی تنظیمات مربوط به چارت رو انجام بدید. برای مثال حتی مدل چارت رو عوض کنید و از کندل سیک به روی خطی قرارش بدید که حالت لاین چارت میشه و یا بار چارت، که این سه گزینه رو به طور کل ما دارا هستیم و موارد دیگه مانند حجم و مورد دیگه ای هم که توجه رو به خودش جلب میکنه گزینه کالرز هستش که شما میتونید رنگ چارت خودتون رو تغییر بدید و باب سلیقه خودتون تنظیمش کنید. مورد بعدی مربوط به این قسمت میشه که شما میتونید در اینجا اندیکاتورهای مورد نظر خودتون رو بر روی چارت اعمال کنید که میبینید در آن یک Relative Strange Index یا همان RSI برای ما بر روی چارت نمایش داده میشه. در قسمت بعدی در اینجا شما میتونید خطوط هوریزنتال، ورتیکال و یا ترند رو بر روی چارت خودتون انتخاب کنید و رسمشون کنید به همین راحتی. و مورد بعدی هم در رابطه با انتخاب تایم فریم مورد نظر خودتون هستش. امیدوارم که این جلسه برای شما عزیزان مفید بوده باشه. در جلسات بعدی منتظر ما باشید. لایک و فالو، همچنین سیو کردن پست‌های ما فراموش نشه. سبز و پرسود باشید. تا جلسه دیگر، خدا نگهدار.